طلوع لایف بریم و دلیل لایف آمدن ما همی است که خواستیم در مورد چنل جدید یوتیوبی که بر بامداد ساخته شده بر شما بیشتر معلومات بده. ما مریم خرمی و همکار ممر جان با شما هستیم. مریم جان سلام برای خودت، من اجازه از این را ندارم که طرف سایم کنم امروز، من کمال کامرامن خودم هستم. من هم سلام دارم صبح همه، وقت همه هموطنهای عزیز ما بخیر در هر جایی که هستین. ما چند لحظه میشه که از بامداد تمام شد، 2 ساعت برنامه داشتیم و آل هم همکارای ما آمدن گفتن که باید شما از طریق فیسبوک لایف شوین، به خاطر از این که همواره هموطنهای ما به تلاش از این هستن تا ما زیدری چه هم بتونیم در خدمتشان باشیم. پرسشایی که شما دارین امروز میتونین که مطرح بکنین. فقط خوشی برای همه تان آرزو میکنم. تشکر از این که امیل عذاب پیام گذاشتین نوشته کردین لالا جان، خوبی، تشکر، سلامت. فقط من خوانده نمیتونم کمی بله نمیتونم به خاطر اینکه فاصلیم دور است و عینکای ما کمی ضعیفتر شده. دعا میکنیم که هر کس مریض هستن در نخست خداوند برشان ساعت هر چی زودتر نصیب بکنه و خیر خوب شون. و هر سوالی که دارین امروز مریم است، ما هست و میتونین که آزادانه سوالایتون رو مطرح بکنین. ما امروز دیگه کامرمن شدیم. بله همونطور که بر شما گفتم در آغازم کامرا صحیح است؟ بله، یک صفحه، یک چنل یوتیوب برای بامداد ساخته شده و از این به بعد ما ویدیوهای بامداد و بخش‌های مختلف بامداد خوش را با شما در چنل یوتیوب بامداد خوش شریک می‌سازیم و تا حال ما لینک قسمت‌های مختلف در صفحه بامداد با شما شریک می‌ساختیم و شما با کلیک کردن روی لینک می‌تونستین برین و چنل یوتیوب بامداد و از این به بعد شما مستقیم می‌تونید که ویدیوهای مختلف بامداد خوش و بخش‌های مختلف بامداد خوش را در چنل خود بامداد خوش پیدا کنین و اونجا ما ویدیوهای مختلفی را با شما شریک می‌سازیم، خصوصا قسمت‌های مختلفی از برنامه که برنامه قسمت در چنل یوتیوب ما با شما شریک ساخته میشه، چنلی که مختص بر بامداد خوش هست. بله زنده باشین، سلامت باشین. یک دوست ما گفته خنده های امروزتان واقعا که در بخش چراها بود خوشم آمد. ما همیشه به تلاش ازی هستیم تا بتانیم که هموطنهای ما را خوش بسازیم. اما قسمی که شما در پشت سر ما میبینین بامداد خوش نوشته است و نامش پیداست، چطور بتانیم که هر کدام ما مریم جان بره هموطنهای ما بتانیم که خوشی بتیم و شما هم جز از کسانی هستین که بر ما همواره خوشی میتین. و یک دوست ما گفتن بعد از برنامه چای صبح نوش جان میکنین. بله همین که برنامه خلاص شد روز هست که دقیقه است که بخیر میریم به طرف آشپزخانه، قال مقال ما سر آشپز دو چند میشه تا ای که بخیر چای جور بکنه، صبح وقت بیدار میشیم دیگه. باش کمکارای ما میگن کمی طرف استودیو رو هم باید نشان بتیم. بله دوستایی که بر ما سوال پیام گذاشتن تشکر از همه دوستا. من امروز میتونم که آزارت بدم مریم، این تشویش نکنی. سید وفا بر ما پیام گذاشتن، محمد سهراب، زبیر جان، حمید جان سلام صبح بخیر گفتن، متی جان، منصور جان نوری و آقای صدیقی، ناصر محمدی همونشون فقط سلام صبح بخیر گفتن. قیس جان دستم یکی شخص تو خودت پیامی قرید دستم شخص شد و ای دیگه چی کنم. منصور جان بر ما سلام بله. گفتن ایمر جان و تمام دوستا سلام صبح بخیری فقط تقدیم ما کرده تا حال زبر جابت اینجا میخواییم بشنم کمی راحت تر شد. حبیب جان سالنگی، اجمل جان و بل. محمد جواد، حفیظ الله، تمام دوستانی هستن که بر ما سلام صبح بخیر تقدیم کردن. سلام به شما هم، صبح شما هم بخیر. و ما در بخش مختلفی از بامداد منتظر نظریات شما هستیم که شما میتونین گفتنی های کنن از راه های مختلفی که راه های ارتباطی برنامه هست با ما شریک بسازیم. و خیلی از دوستان میگن که ما چطور میتونیم مهمان این بخش شما شاییم، مهمان بخش جوانان، مهمان بخش دوگانه ها و همچنین چطور میتونیم کودک های خود را با شما معرفی کنیم تا در بخش نگین شما دعوتشان کنیم. به خاطر اینکه شما میتونیم مهمانان خود را بر ما معرفی کنیم، راه های ارتباطی برنامه از صفحه فیسبوک ما هست که میتونیم شما از طریق صفحه فیسبوک ما بر ما پیام بگذارید. ایمیل آدرس بامداد هست bamdad@tv و همچنین شماره واتساپ ما که میتونن اونجا هم پیام بگذارن و بر ما مهمانهای خود معرفی کنن،
مریم جان یک دوست ما یک گپ گفته با اوی که گفته یک خاطره جالب تا از برنامه بگوی. مریم جان من چند ماه پیش در بخش کافروشی مریم او برای خود ما بسیار تشکر از رفی جان کم کاریم کرد به خاطر از اینکه دستم شخ مون برای باش کم داره این طرف و طرف ما بو برام خوب زنده باشین. اینی را میگن محبت همکارا محبت دوستای ما. گفتن یکی از خاطرات جالبه تا بر ما قصه بکن. من یک بخش کافروشی بود بخشی بود که گجرم آورده بود مریم اگر من یاد داشته باشید. بله بله. من خواستم بله من او را خواستم گفتم که امی ببینم که چگونه است این گجرم. وقتی که از دکتر صاحب خواهش کردم گفتم بین امی گجرم ما میخوایم که یک بار تست بکنم که آیا میتونم امی توانایی را دارم ندارم. خونجا دیگه برنامه لایو بود من نمیتونستم که باور بکنین وقتی که برنامه تمام شد برای چند دقیقه مریم یک حس دیگه پیدا کرده بودم میترسیدم و حال هر روزی که برنامه را میبینم همون چیخ زدن های میادم میاد که میخواستم میگدم دکتر صاحب یکی ترم گشتون رفته یکی او برام بسیار جالب بود دیگه. و اونجا مریم فرار کرده بود از گشتما. میگن گشتما زیاد خوش داری مریم؟ نه از گشتما میترسم. موشا چطور؟ موشا ایوان ترسناکیز به نظر بله. من ببینیم. خب ایمان جان بله. دوستای زیادی از آمریکا برما سلام و صبح خیر تقدیم کردن از تگزاس از بله. ایالت های دیگه هم برما پیام موندن. من چیزی نمیبینم فقط خنده میکنم لبخند براتون میبخشم. و همینطور بقیه دوستا از ولایت ها از تخار بر ما پیام موندن. دوستا سلام و صبح بخیر گفتن و از جرمنی بر ما سلام گفتن. سلطان قیومی نامایشان بگوین که باز بسیار قار میشن. عبدالبصیر از بل. از کجا از ولایت بلخ بر ما پیام گذاشتن و همچنان دیگه دوستا که از نصرت جان از تخار بر ما پیام گذاشتن سلام و صبح بخیر گفتن و همچنان اینمی کومنت ها در اینجا این بالا نمیرم این فان چرا سید ستار سلام و صبح خیلی ببینم. و همچنان یحیی افغان از کویت بر ما سلام و صبح خیر گفتن. بله. و بخیر دوستایی که هما جان هما پروانی و دوست بعدی آقای عزیزی از ولایت بله. پکتیکا کمی اون طرف برو که سر مردم میترسن یکی از همکارای ما همیشه آزارم میته و خاطر همیشه آزارم میته چون میفهمین وقتی که در محلی که کار میکنیم اگر همون رفاقتای ما نباشه رفیقای ما نباشه ما نمیتونیم خوبتر بدرخشیم و خوبتر خوش باشیم. از خاطر همواره همکارای ما آزار میته خوش میباشیم و تلاش میکنیم از طریق برنامه ما بتونیم که برای شما هم خوشی ببخشیم. صبح همه شما وقت همه شما بخیر. هر کسو در هر جایی که هستین در هر گوشه ای که امیل عزا ما رو تماشا میکنین از ولایت های دیگه مثل سمنگان بر ما دوستا پیام گذاشتن. دوست ما که از کالیفرنیا پیام گذاشتن سلام و محبت خود تقدیم ما کردن. سیامک حرمت سعید جان تمیم پنچیری ما بله و زیادتر از دوستای ما که بیرون از افغانستان هستن ما اونا رو درک میکنم. میفهمیم به چی منظور مریم جان. به این منظوری که واقعا دل از اونا تنگ میباشه. پشت همه چیز افغانستان تنگ میباشه. پشت گپهای دوستایشان که در اینجا هستن تنگ میباشه. پشت همو چند روز پیش همراه خیبر جان که دوست ما رفته برای چند روز جرمنی گفت که ما اینجا افتیدیم در ملک بیگانه و امیدوار هستم که ما از این طریق بتانیم که براتان همون خوبی های افغانستان و محبت های وطن های ما را تقدیمتان بکنیم تا حس بیگانگی در وجود شما نباشه و دیگر نگوین که ما در ملک بیگانه هستیم. روزی هم بخیر اینجا کشور ما آرام شد و بخیر دوباره بیاین. دوستتان داریم. زنده باشین. اینمی پیام های شماست که ما را میکشان از صبح وقت بیم و با مو پیشانی باز در خدمت شما باش که مریم مصروف چی هستش بالا هم سر نمی کنم. بله. پیام های دوستان رو می خواهیم ببینیم که کدام سوال مشخصی بلد. دارن یعنی اما از موضوع مشخصی نیست که دوستان بپرسن فقط سلام و صبح بخیر گفتن و گفتن از کجا پیام موندن که خیلی از دوستان از ترکیه هم همین بزن باش که همین سیدیو خودم یک نشان شان بتم ببینن که ما این بله دیدن و بازم می خواهیم که از این طریق هم ببینن. ما یک بار دیگه هم تاکید میکنیم که امروز خواستیم لایف بریم و بر شما بگیم که بامداد از این به بعد یک چینل یوتیوب رسمی داره و ما بخش ها و سگمنت های مختلفی از بامداد خوش داره.
کانال یوتیوب بامداد خوش با شما شریک میسازیم و شما میتونین که بخش های مختلفی از بامداد در چینل ما تماشا کنید. بله و کم کم هم باید خداحافظی بکنیم با همه دوستای ما، با همه عزیزای ما، و تشکر میکنیم از نظریات نیکتان، از پیامهایتان. انشالله که ما و مریم جان دوباره باز هم لایف میایم و این نظریاتتان ما که نتانستیم بخوانم و پاسخ داده نتانستیم، هر کدامتان دانه بدانه انشالله که از طریق فیسبوک و خود برتان جواب میگم و سپاسگزار هستیم از این همه محبتهایتان. زنده باشین تا دیدار بعد که ما و مریم جان دوباره در خدمت قرار میگیریم. همیتان و علای یک توبی هم تا مسپاریم. گپ همیشگی و ما و مریم سبز بمانین، لبخند بلب داشته باشین. بدرود.